این بار هم با شما هستیم با تحمینه مینانی و یک هنرنمایی پر ابهام دیگر. اعتباری که حراج شده است، تحمینه میلانی در حالی اقدام به برگزاری نمایشگاه سه روزه نقاشی در گالری آریانا کرده است که پرونده حاشیه‌های نمایشگاه سال گذشته اش در گالری ایوان همچنان در جامعه تجسمی مفتوح است. اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی های تحمین میلانی با عنوان فیلم هایی که نساختم شهری بر سال گذشته در گالری ایوان برپا شد و به واسطه ابهام در کپی برداری او از برخی آثار هنرمندان دیگر قائلهی بپا کرد که هنوز زبانه های آن آرام نگرفته و انتقادات نسبت به آن ادامه دارد. با این حال این روزها دومین نمایشگاه انفرادی نقاشی این سینماگر ایرانی در گالری آریانا در حال برگزاری است. افتتاحیه این نمایشگاه سه روزه جمعه 6 اردیبهشت ماه در آریانا با حضور برخی از هنرمندان سینما در سکوت خبری برگزار شد. حتی در سایت رسمی گالری آریانا هم خبر یا تصویری از برپایی نمایشگاه نقاشی های تحمین میلانی ذکر نشده است. تحمین میلانی که جامعه تجسمی کشور هنوز نسبت به ابهامات مطرح شده درباره نمایش آثار کپی در نمایشگاه قبلیش پاسخ درخوری دریافت نکرده است، در اقدامی عجیب نمایشگاه انفرادی نقاشی خود با عنوان آن دیگری را بار دیگر برپا کرده است. او در صفحه اینستاگرام خود که حکم سایت اطلاع رسانی فعالیت‌هایش را پیدا کرده، پست‌هایی درباره نمایشگاهش و اینکه این نمایشگاه افتتاحیه خصوصی داشته منتشر کرده است. میلانی نوشته است: نمایشگاه آن دیگری دومین نمایشگاه نقاشی من است. اولین نمایشگاه من 7 ماه پیش روز دوم قربانی یک توطئه از پیش طراحی شده توسط عده‌ای انسان بی اخلاق شد. آنها تلاش کردند تصویری از من بسازند که من نبودم، بلکه ضمیر نازیبای خود آنها بود. به جای کینه ورزی به پا خواستم و احساسات متلاطم درونم را با رنگ بر روی بوم کشیدم. من حرف دارم، خیلی هم حرف دارم، و از آنجایی که فیلمسازی را برای من و بسیاری از همکارانم دشوار کرده اند، بر آن شدم تا با هنر نقاشی حرفهایم را بزنم. شغل اصلی من فیلمسازی و معماری است و نقاشی را چند سالی است که به صورت خود آموخته آغاز کرده ام. تحمین میلانی به صورت تلویحی در همین متن به اتهام کپی برداری از آثار نقاشی مطرح این گونه پاسخ داده است: در این را از همه چیز و همه کس الهام میگیرم، عکاسان، نقاشان نامی و یا کمتر شناخته شده جهان، سمبول و نمادهای ایران باستان، تجربه زیسته و قصه آدمهای پیرامونم. آنها با عبور از جهانبینی و سلیقه فردی من فرم و محتوای جدیدی مییابند. نقاشی های من سبک مشخصی ندارم و شاید سالها طول بکشند تا با راهنمایی اساتید و نقد کارشناسی به زبان ویژه خودم دست یابم. سبک، بافت و تکنیک هر نقاشی را بسته به موضوع یا داستانی که مرا می آشوبد یا به وجد می آورد بر می گذینم. اما چیزی که این 40 تابلو را در کنار هم می نشاند و به آنها وحدت می بخشد قصه‌گویی آنها درباره نیمه دیگر جامعه است. زن، زن معاصر ایران و زنان گمشده یا ناپیدا در تاریخ کهن ایران زمین. تحمین میلانی، اردیبهشت 1398. با وجود این توضیحات، اما پرونده نمایشگاه قبلی این سینماگر هنوز برای هنرمندان و فعالان حوزه تجسمی مفتوح است. نمایشگاهی که از همان آغاز هم اعتراض‌هایی را برانگیخت، مانند چند هنرمند جوانی که همان زمان مقابل ورودی گالری ایوان محل برگزاری نمایشگاه میلانی تعدادی از کارهای هنری استادان شاخص تجسمی از جمله محسن وزیری مقدم و بهمن محسس را در دست گرفتند و از مردم سوال کردند آیا هنرمندان خالق این آثار را میشناسید یا خیر، و قصدشان از این حرکت اعتراضی نمایش هنر واقعی به مردم بود، چرا که معتقد بودن مردم باید به تماشای هنر واقعی بروند. لیلی گلستان که یکی از اعضای انجمن صنفی گالری داران تهران است و به واسطه خانواده اش با سینما نیز پیوند دارد، زمان برپایی نمایشگاه اول تحمین میلانی در مورد این نمایش
و خطاب به میلانی نوشت: اتفاقی که افتاده یعنی نمایشگاه پرحاشیه تخمین میلانی با آمدن چند دانشجوی هنر در روز افتتاح و اعتراض آنها و افشا شدن کپی بودن آثار در نمایشگاه و همه و همه ماجرای ناخوشایند در حیطه هنرهای تجسمی ما بود. هرگز معتقد و موافق با این حرف که چرا آدمهای معروف وارد حیطه دیگری از هنر می شوند و به خودشان اجازه می دهند نقاشی کنند یا کتاب بنویسند یا عکاس شوند یا از سینما به تئاتر بروند نبودم و فکر می کنم این یک طرز فکر کاملا دیکتاتوری و مستبدانه است. به عنوان خواهر بزرگتری که همیشه دوستتان داشته می گویم که اگر شما هم از مردم معذرت می خواستید و می گفتین اشتباه کردم، مطمئن باشید که هم کار درستی کرده بودین و هم شأن هنرمند بودن، فعال مدنی بودن، فمینیست بودن، الگوی زنان معترض و آزاد بودن و تمام فعالیت‌های هنری و مدنیتان به این اندازه زیر سوال نمی رفت که بد جوری زیر سوال رفته. واکنش‌هایتان واکنش‌های یک دختر بچه بی‌منطق لجباز بود که بد جوری من را به حیرت انداخت و از این حیرت بسیار بسیار متاسف هستم. در همین زمینه غلام علی طاهری، استاد دانشگاه و هنرمند نقاش با سابقه، نیز به برگزاری این نمایشگاه نقاشی و ارائه آثار کپی در آن واکنش نشان داد و نوشت: برگزاری نمایشگاه هنری از سوی هنرمندان شاخه‌های مختلف هنری تازگی ندارد و بارها این گونه نمایشگاه ها را شاهد بودیم که از جمله آنها می توان به نمایشگاه عکس هدیه تهرانی و رضا کیانیان اشاره کرد. اما اتفاقی که از سوی جامعه و هنرمندان تجسمی در برپایی نمایشگاه نقاشی های تخمین میلانی مورد عتاب قرار گرفت، کپی بودن این آثار، بالا بودن قیمت آنها و البته عملکرد غیر منطقی تخمین میلانی در ارتباط با این نمایشگاه ها بوده است، چرا که هنوز پرونده نمایشگاه نقاشی قبلی میلانی در فضاهای هنرهای تجسمی کشور مفتوح است و این هنرمند به جای اینکه صبر پیشه کند و این آثار را به مرور به قضاوت کارشناسان و اهل فن بگذارد، نمایشگاه جدیدی ترتیب داده و علاوه بر آثار جدید از آثار نمایشگاه قبلیش نیز در این نمایشگاه بهره گرفته است. به خصوص که دور از انتظار هم نبود این اقدام او در اذهان دهنکجی تلقی شود و حاشیه‌های موجود پیرامون او برای ادامه حضور در عرصه تجسمی را دوچندان کند. این گونه رفتار یک هنرمند فیلمساز در جامعه جز اشاعه حس بی‌اعتمادی مردم نسبت به فضای تجسمی و به حراج گذاشتن اعتبار هنرمندان این عرصه نتیجه در بر نخواهد داشت. نکته جالبتر این که برگزاری این نمایشگاه باز هم زمینه ساز طرح شبهاتی درباره اصالت برخی از آثار به خصوص تابلوی اصلی به کار گرفته شده بر روی پوستر نمایشگاه شده است و هنوز شاهد توضیحی در این زمینه از سوی تخمین میلانی نبوده ایم. سکوت مسئولان وزارت ارشاد که پیرو به حاشیه‌های سال گذشته وعده پیگیری و تجدید نظر در فرایند برگزاری نمایشگاه‌های از این دست را داده بودند هم در نوع خود قابل توجه است. تخمین میلانی در اولین نمایشگاهش 26 تابلوی نقاشی خود را که طی 4 سال گذشته خفض کرده بود به نمایش گذاشت. وی در استیتمنت نمایشگاهش در مورد چگونگی نقاش شدنش نوشته بود: از زمانی که به یاد دارم شنیدن قصه، خواندن کتاب و کشیدن نقاشی حال مرا خوب می‌کرد. وقتی غمگین و دلشکسته بودم، وقتی حوصله آدم‌های اطرافم را نداشتم، حتی وقتی از شوق زندگی لبریز می‌شدم، نقاشی می‌کشیدم. در کنار خرید تمبر و کتاب، خرید وسایل نقاشی بخش عمده پولتوجیبی مرا از آن خود می‌کرد. از آنجا که چند بار در مسابقات نقاشی در دوره راهنمایی و دبیرستان اول شده بودم، تصمیم گرفتم در دانشگاه نقاشی بخوانم. اما نمی‌دانستم برای قبول شدن در کنکور نقاشی باید به کلاس طراحی بروم. برای همین به جای رشته نقاشی در رشته معماری قبول شدم که بیش از طراحی بر ریاضیات استوار بود. معماری خواندم و در ادامه سینماگر شدم، اما مهر نقاشی با من ماند تا نزدیک به 40 سال بعد که دوباره شروع کرده ام. داستان از جایی شروع شد که شروع به نوشتن یک رمان با شخصیت
محوری یک خانوم نقاش کردم. اما هرچه می کردم و می نوشتم دختر داستان من نقاش نمی شد و معمار از کار در می آمد. فکر کردم اگر نقاشی بکشم دختر قصه را بهتر درک می کنم. برای همین وسایل نقاشی خریدم و با جستجو در اینترنت و یادگیری تکنیک اکرولیک شروع به نقاشی کردم. چند ماه بعد رمان را کنار گذاشتم و همانند دوران کودکی و نوجوانی شروع به نقاشی کردم. اتفاقی افتاده بود. شوقی از درون من تشویق به ادامه راه می‌کرد تا جایی که حتی روی دیوار خانه دوستان، خانه خودمان و اشیای مختلفی ظاهراً کارهای خود را از دست داده بودند، هم نقشی می‌کشیدم. نقش‌های از زیبایی پیرامون، زخم‌های روحم، مهربانی خانواده کوچکم و البته قصه زنان جامعه که رنج روح و جسمشان را بر من می‌گشودند. هر تابلوی این نمایشگاه داستانی دارد و چون من سینماگر قصه گو هستم، همانند فیلم برای نمایش هر قصه متناسب با محتوا و موضوع آن روش و تکنیک متفاوتی برگزیدم. با این حساب نقاشی های من بر اساس آموزه ها تکنیک و روش مشخصی ندارد و راه خود را می روند، اما از روحی واحد سرچشمه گرفته شده اند، روح من، و چرا که نه.